این روزها مصادف با ایام بزرگداشت ولادت امام جواد علیه السلام نهمین پیشوای مسلمانان جهان است. با هم گزارش هورا عبدالمجید را ببینیم. 47 سال از عمر امام رضا علیه السلام گذشته بود و آن حضرت هنوز اولادی نداشتند. همین امر باعث شده بود تا گروه منحرف واقفیه امامت امام رضا علیه السلام را انکار کنند و ادعا نمایند که نداشتن فرزند که نقص محسوب می شود با اسمت منافات دارد و لذا حضرت امام رضا علیه السلام نمی تواند امام معصوم و جانشین امام کاظم باشد. ولادت با سعادت امام جواد خط بطلانی بود بر گستاخی ها و وسوسه انگیزی های واقفیه. پس از ولادت جواد الائمه امام رضا بارها و بارها فرمودند این مولودی است که در اسلام مانند او نیامده و برای شیعیان ما پربرکت تر از او زاده نشده است. امام جواد علیه السلام فرزند سامن الحجج علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری در مدینه منوره دیده به جهان گشودند و بر شاخسار امامت شکوفا گشتند. پدر بزرگوار امام جواد علیه السلام حضرت امام رضا علیه السلام و مادر ایشان بانوی گرامی و با فضیلتی به نام سبیکه است که امام رضا علیه السلام او را خیزران نامیدند. سبیکه از خاندان ماریه قبطیه همسر پیامبر اسلام بود. مادر امام جواد برترین زنان زمان خود بود، به گونه ای که امام رضا علیه السلام او را بانویی منزه، پاکدامن و با فضیلت معرفی می کردند. امام جواد علیه السلام تنها 4 سال داشتند وقتی پدرشان مجبور شدند ایشان را در مدینه تنها گذاشته برای بر عهده گرفتن مقام ولایت عهدی که مأمون برایشان تدارک دیده بود عازم سفر به خراسان شوند. شیعیان عادت داشتند از امام رضا بپرسند آیا اگر برای ایشان اتفاقی بیفتد پسری در آن سن خواهد توانست مسئولیت امامت و رهبری شیعه را بر عهده بگیرد؟ و امام رضا معمول بود که داستان عیسی را برایشان نقل کنند که حتی سن کمتری داشت وقتی به مقام نبوت رسید. امام جواد در سال 202 هجری قمری در حالی که 7 سال و اندی داشتند به امامت رسیدند و پس از شهادت جانگداز حضرت امام رضا علیه السلام در اواخر ماه صفر سال 203 هجری قمری مقام امامت به فرزند ارجمندشان حضرت جواد الائمه انتقال یافت. مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضایل آنها در بین مردم حراس داشت، سعی کرد ابن رضا را تحت مراقبت خاص خیش قرار دهد. از اینجا بود که مأمون نخستین کاری که کرد دختر خیش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام جواد درآورد تا مراقبی دائمی و از درون خانه بر امام گمارده باشد. رنج‌های دائمی که امام جواد از ناحیه این مأمور خانگی برده اند در تاریخ معروف است. مناظره علمی با گروهی از معتزله و نیز با دانشمندان نامدار زمان مأمون از جمله یحیی بن اکثم و تحیر یحیی از طرح فروعات زیادی در مورد مسئله اش توسط امام علیه السلام از مواردی است که بر علم بیکران آن امام بزرگوار آن هم در آن سن و سال حکایت دارد. ایجاد شبکه ارتباطی وکالت توسط امام جواد با تمام محدودیت‌های موجود از طریق نصب وکلا و نمایندگان ارتباط ایشان را با شیعیان حفظ می‌کرد و با این عمل از تجزیه نیروهای شیعه جلوگیری می‌کرد. حتی امام به هواداران خود اجازه می‌دادند که به درون دستگاه حکومت نفوذ کرده و مناصب حساس را در دست گیرند. به همین روی بود که خدای متعال چنان علمی به حضرت بخشید که در همان دوران کودکی اسلام و تشیع را احیا کردند و دشمنان را به حیرت و تعجب واداشتند. شکست علمی فقهای درباری از جمله قاضی القضات وی را به سعایت امام واداشت
او عمل خلیفه به فتوای امام و رد فتوای علمای درباری را شکستی برای دستگاه خلافت و پیروزی برای امام جواد جلوه داد و معتصم با شنیدن سخنان قاضی متوجه عمق خطر شد و تصمیم گرفت هرچه زودتر نقشه قتل امام را اجرا کند. معتصم این بار کسی را برای اجرای این توطئه انتخاب کرد که یقین داشت به وسیله او به هدف پلید خود میرسد و او مأمور و جاسوس ویژه دستگاه خلافت در اندرون خانه امام یعنی ام الفضل دختر مأمون بود. ام الفضل زهر دریافتی از معتصم را در انگور قرار داد و خدمت امام جواد آورد و آن حضرت را مسموم کرد. امام جواد علیه السلام در آخر ذی‌قعده سال 220 هجری در حالی که 25 سال از عمر پربرکتشان می‌گذشت به شهادت رسیدند و پیکر مطهر آن حضرت در کنار جد بزرگوارشان حضرت موسی بن جعفر در قبرستان قریش در بغداد به خاک سپرده شد. بارگاه ملکوتی این دو پیشوای معصوم به کاظمین معروف است و زیارتگاه و کعبه آمال شیفتگان حق و دوستداران مکتب امامت و ولایت است.